سعیده پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه از پاریس ما رو همراهی میکنه. آقای پیوندی، با توجه به اشاره این گزارش به افت شدید تحصیلی آموزش و مسئله ترک تحصیل و شروع به کار دانش آموزان و کارگری کردن اونها، مسئله عدالت آموزشی رو در ایران شما چطور بررسی میشه کرد اصلا؟ من فکر کنم که موضوع عدالت آموزشی در روزهای اخیر در رسانه‌های ایران به طور گسترده مطرح شده و حتی خود آقای پزشکیان هم در سخنان دیروز خودش، دیشب خودش و همینطور در یک صحبت دیگه در مورد بچه خانواده خودش اشاره کرده به اهمیت عدالت آموزشی و میشه گفتش که این مفهوم بعد از سالها فراموشی یه بار دیگه ظاهرا برگشته در عرصه عمومی و مطرح شده. عدالت آموزشی در ایران میشه از زاویه‌های مختلفی، از زاویه دسترسی به آموزش میشه دید. ما امروز حدود 3.5 کودک بازمانده از تحصیل داریم که هیچگاه تا انتهای آموزش دبیرستانی نمیرن و در زمانهای مختلف نظام آموزشی را ترک میکنن. مثلا بنابراین دسترسی به آموزش هست. مثلا کیفیت آموزشی که در گزارش شما هم بهش اشاره شد، یعنی ما در حقیقت میشه گفتید که بین مدارسی که پولی هستن و خصوصی هستن، حالا یا غیر انتفاعی هن یا نمونه مردمی هن یا هیئت اومنایی هن یا سباد هن یا چیزهای دیگه ای هستن که به یه نحوی شهریه میگیرن، اینا حدود 20% دانش آموزان ایران رو در بر میگیرن و بشه گفت 80% دانش آموزان ایران در مدارس در واقع درس میخونن که امکانات بسیار کمی دارن و خیلی از این مدارس در مناطق محروم به سیستان و بلوچستان و استان‌های مرزی قرار دارن. اما در کنار این دوتا بی‌عدالتی بزرگ، بی‌عدالتی‌های دیگه‌ای هم هست که روی کیفیت آموزش و روی رابطه که دانش آموزا با مدرسه دارن تأثیر میذاره. مثلا بی‌عدالتی که در حوزه فرهنگی وجود داره، در حوزه دین وجود داره، جنسیتی وجود داره و اشکال مختلف بی‌عدالتی در واقع نظام آموزش ایران رو به یک نظام بسیار غیر عادلانه و تبدیل کردن که با سرید نابری و نابرابری ها به اشکال مختلف درش دیده میشه و تشدید شده در سالهای گذشته. به نظر میرسه که دسترسی عادلانه به آموزش در سالهای گذشته یه روند نزولی رو طی کرده. این تحولات در روند آموزش در ایران چه نتیجه ای رو میتونه در پی داشته باشه؟ این نکته مهمه، یعنی در حقیقت ما میشه گفتش که در 20 سال گذشته شاهد افت و نزول تدریجی در واقع برابری آموزشی در ایران بودیم. شکاف ها زیادتر شدن و این محرومیت ها، حالا چه محرومیت هایی که بین استان هاست، بین گروه های مردمه، بین در واقع طبقات مختلف اجتماعی، همه اینا سبب شدن که ما آموزشی با دو سرعت شتاب داشته باشیم. آموزشی برای ثروتمندان، کسانی که دارا هستن و میتونن آموزش خوبی برای بچه‌هاشون تدارک ببینن، و کسانی که در واقع توانایی مالی ندارن و باز میمونن. نتیجه اجتماعی این عبارت هست از تشدید نابرابری اجتماعی و کسانی که به این معنا که کسانی که امروز فقیرن، کسانی که نمیتونن بچه‌شون رو به مدرسه خوب بفرستانن، بچه‌هاشون هم محکوم به فقیر بودن در آینده خواهند بود و نمیتونن از سطح تحصیلی برخوردار باشن. اما در سطح ملی اگر به این مسئله برخورد بکنیم، میتونیم بگیم مسئله کارایی نیروی انسانی آینده ایران و آینده ایران در حقیقت در خطر از این نظر، برای اینکه وقتی که نظام آموزشی ایران از کیفیت لازم به خصوص در مورد بخش مهمی از مدارس برخوردار نباشه، این تأثیر میداره رو کیفیت آموزشی ایران. آخرین نکته‌ای که شاید من باید اشاره بکنم پیش از پایان بحثمون اینه که دولت در واقع با وجود این که برای اولین بار این مسئله رو در دستور کار خودش قرار داده، ولی در زمانیه که با بحران مالی سر و کار داره، بنابراین در حقیقت رفع این بی‌عدالتی ها، رفع این محرومیت ها در سطح ملی هزینه زیادی میبره که من فکر میکنم که شاید دولت آقای پزشکیان با وجود اراده‌ای که خود ایشون در واقع دیشب ازش صحبت کرده، به احتمال زیاد با دشواری های زیادی روبرو خواهد بود برای اینکه بتونه یک سیاست واقعی در حوزه عدالت آموزشی رو در ایران پیش ببره. ممنون از شما که ما رو همراهی کردید از پاریس.